قربان علی بک. هورا! نویسنده جلیل محمد قلی‌زاده، مترجم کریم کشاورز، تهیه شده در استدیو بامداد، مؤسسه فرهنگی هنری بامداد امید سبا. قسمت اول. در دهکده شایع شد که حاکم وارد می شود. معلوم شد روز جشن نامگذاری زن رئیس ژاندارمری است. در میان دهخانان جنب و جوشی پیدا شد. هیچ کس برای کار به صحرا نرفت. عده‌ای به تپه‌های اطراف روی آوردند و سرگرم نظاره جاده شدند تا ببینند آن مرد ارجمند می آید یا نه. برخی در برابر خانه رئیس ژاندارمری گرد آمدند. دهخانان سایر دهکده‌ها که از آمدن حاکم با خبر شده بودند هم در اینجا جمع شدند. حیات رئیس ژاندارمری چنان پر از مردم شده بود که جز کت خدایان و منشیان و نگهبانان کسی را راه نمی دادند. در حیات هنگامه برپا بود. فریاد و همهمه گوش فلک را کرد. بره ها بعبع و ماکیان های پابست قدقد می کردند و اسبان کت خدایان که به ستون ها بسته بودند شیهه می کشیدند. سگان رئیس ژاندارمری اوی کرکننده ای راه انداخته بودند و برای ناآشنایان پارس می کردند. گاهی زن رئیس ژاندارمری روی بالکن ظاهر می شد و جیغ می زد آرامتر و باز داخل اتاق می شد. آشپزها با پیشبندهای سفید از مطبخ بیرون دویده هر آن به کت خدایان چیزهای گوناگون سفارش می دادند. زودتر نیم فوت زعفران برسان. باش اوستا، به چشم. کت خدا این پاسخ را با کمال ادب ادا کرد و لحظه ای اندیشید و سپس به منشی خود رو کرد و امر داد: میرزا حسن، از صاحب شهر برو و نیم فوت زعفران تهیه کن. پس از اندکی آشپز دیگری که ساتوری برای کوبیدن کتلت در دست داشت دوان دوان آمد و یکی از کت خدایان را صدا زد و گفت: یالا 400 تا تخم مرغ تهیه کن زودتر. کت خدا با خوشحالی فریاد زد: خدا پدرت را بیامرزد، 400 تا چیه؟ آنجا 1000 تا تخم مرغ هم بیشتر است. و با انگشت گوشه ای از حیات را که سبدهای تخم مرغ در آنجا قرار داشت نشان داد. ناگاه هیاهویی برخاست و همه دویدند. گفتند موکب حاکم نمایان شد. کت خدایان به سوی دروازه هجوم بردند و سگ‌ها دنبال ایشان رفتند. خانم روی بالکن آمد. همه خاموش شدند، ولی معلوم شد رئیس ژاندارمری بخش مجاور آمده است. وی به سوی دروازه شتافت و وارد حیاط شد و به زبان روسی چیزی به خانم که روی بالکن منتظرش بود گفت و نخست خود خندید و خانم هم به خنده در آمد و هر دو با هم وارد اتاق شدند. با صدای کارد و پاکوبی و شیهه اسبان و قدقد ماکیان و فریاد کت خدایان و اوی سگان توأم شده به صورت همهمه کرکننده‌ای در آمد. یک جا کت خدایان به محض ورود از اسب پیاده شده و خورجین‌های پر از خوراکی و تنقلات را از روی اسب به زمین می نهادند و جای دیگر دهقانان ظرف‌ها و دیگ‌ها و قالیچه‌ها و پلاس‌ها را مرتب می کردند. ته حیات بره‌ها را سر می بریدند و مرغ و جوجه پاک می کردند. باز به این سو و آن سو دویدند و هیاهو برپا شد و باز خبر دادند که حاکم دارد می آید. کت خداها به سوی دروازه ها شتافتند و سک ها به دنبال ایشان رفتند و خانم و مهمانان بار دیگر روی بالکن پیدا شدند، ولی معلوم شد که این آشوب هم بی جا بود. افسر قزاق آمد. او از اسب بر روی زمین پرید و به سوی بالکن شتافت و دست خانم صاحب خانه را بوسید و از حالش پرسید و بعد به اتفاق دیگر مهمانان وارد اتاق شد. اندکی بعد مجدداً همین احوال تکرار شد. این بار قربان علی بک مالک معروف و صاحب قریه قاپازلی وارد شد و حین ورود به حیات به این سو و آن سو نگریست. سگی به طرف او آمد و دم تکان داد و چکمه هایش را لیسید. قربان علی بک دست بر سر سگ کشید و گفت:
حالا دست سبک آفرین سک. آنگاه خانم را که روی بالکن ایستاده بود دید و به صدای بلند گفت ایزدرستی. بعد کلاه پوستی را از سر برداشت و بالای سر نگاه داشت و فریاد برآورد. هورا! بک به محض ورود به بالکن تا نزدیک زمین خم شد و به خانم تعظیم کرد. خانم صاحب خانه دست به سوی او دراز کرد. بک دست وی را فشار داد و با لحن پر از احساسات گفت خانم تا زنده ام نوکرتم. اندکی بعد دامپزشک و مستنطق و دو آموزگار و یک افسر و پزشک که هر دو با زنانشان بودند وارد شدند. چیزی نگذشت که باز جنجالی برپا شد که حاکم دارد می آید. یکی از کدخدایان سواره رسید و با شتاب از اسب فرود آمد و دوان دوان از حیاط گذشت و فریاد کنان به خانم صاحب خانه گفت خانم حاکم دارد می آید. زن رئیس ژاندارمری به طرف اتاق دوید و بعد دوباره روی بالکن آمد و مهمانان که توی حیاط رفته بودند با عجله به سوی دروازه شتافتند. سر و صدا و ضربه و لگد. آی بیست، جلو نیا، اینجا بیستید. بالاخره مرد چاقی که سردوشی داشت وارد حیاط شد، به سوی خانم آمد و با دست چپ کلاه فرم را اندکی از سر بلند کرد و دست وی را بوسید و با مهمانان تعارف کرد و روی بالکن رفت و وارد اتاق شد. چند مهمان دیگر نیز بعد از حاکم آمدند. بعضی از ایشان با زنانشان بودند. همه در سالن گرد آمدند. اینجا روی میزها بیسکویت و کیک و سوخاری و کانفت و لیمو و پرتقال و میوه‌های خشک و تنقلات دیگر چیده شده بود. روی میز دیگر در کنار اتاق سماور می‌جوشید و خدمتکاری چای دور می‌گرداند و به مهمانان می‌داد. حاکم روی کاناپه نرمی در کنار زن رئیس ژاندارمری نشسته بود و آهسته با وی سخن می‌گفت و قاشق را در استکان حرکت می‌داد. پنجره باز بود و از کوچه صدای شیهه اسبی شنیده شد و اسب دیگری در پاسخ شیهه بلندی کشید. شیهه کشی شدیدتر شد. چند تن از مهمانان خواستند ببینند چه خبر است و به سوی پنجره رفتند. قربان علی بگ سر از پنجره بیرون کرد و فریاد زد کربلای قسم چه پغلی؟ اسب دورتر ببر، ممکن است از دست در برود. اندکی بعد باز شیهه عجیبی شنید. قربان علی بگ از پنجره هیاهو راه انداخت و به نوکرش بد و بیراه می گفت. مهمانان به پنجره هجوم آوردند. توی خیابان نزدیک طویله نگهبانی افسار اسب سفید حاکم را در دست داشت و می‌گرداند. قدری دورتر نوکر قربان علی بک اسب سرخه او را گردش می‌داد و دهقانان نیز اسبان دیگری را که متعلق به مهمانان بود می‌گرداندند. مردم در برابر خانه رئیس ژاندارمری جمع شده به پنجره ها نگاه می‌کردند. اسب حاکم شیهه‌های بلند می‌کشید و سم به زمین می‌زد و به اسب قربان علی بگ چپ چپ نگاه می‌کرد و با خشم فراوان دهنه را می‌گزید. اما اسب قربان علی بگ شیهه ممتدی می‌کشید و سر پا می‌ایستاد و نزدیک بود کربلای قاسوم را که محکم افسارش را گرفته بود از زمین بلند کند. کربلای قاسوم منظم می گفت یاوش یاوش. حاکم که حد زده بود اسب مال قربان علی بک است پرسید چند سال دارد. قربان علی بک که مشغول سیگار کشیدن بود جواب داد تازه پاتوی چهار گذاشته است. حاکم به پنجره نزدیک شد و اسب را ستود. مرکب زیبایی است. اسب قربان علی بک واقعا زیبا بود. قربان علی بک دست به سینه گذاشت و تعظیم کرد و گفت پیشکش تقدیم میکنم. حاکم تشکر کرد و همچنان به تماشای اسب پرداخت. تاختش چطور است؟ قربان علی بک پاسخ داد حضرت حاکم اگر در این ناحیه اسبی یافت شود که از او جلو بیفتد من سیبیل هایم را می تراشم. نیم ساعت بعد مهمانان را به سفره خانه دعوت کردند.
وسط اتاق میز درازی قرار داشت و خوراکی‌ها و نوشیدنی‌های گوناگون روی آن چیده بودند. خانم صاحبخانه که جشن نامگذاریش بود بالا دست میز نشسته بود و سمت راستش حاکم قرار داشت. دیگر مهمانان هم بر حسب مقامشان جا گرفته بودند. حاکم برای خودش و خانم پهلوییش و سایر خانومها و مهمانان نوشیدنی بود و از جایش بلند شد و گیلاس خود را به گیلاس زن رئیس ژاندارمری زد و به مناسبت جشن نامگذاری وی تبریک. در این موقع همه تبریکش گفتند. مردان گیلاس‌های خود را تا ته خالی کردند و نشستند. خانم صاحب مجلس گیلاس خود را بلند کرد و از مهمانان تشکر کرد و خواست بنوشد، ولی ناگهان متوجه شد که گیلاس قربان علی بک دست نخورده است و با لحن سرزنش از وی پرسید: شما چرا نمی نوشید؟ قربان علی بک لبخندی زد و چنین وانمود کرد که دست پاچه شده است و سر به زیر افکند. حاکم نگاهی به او کرد و قاه قاه خندید و گفت: آیا شما نیز مانند سایر مسلمانان متعصبید؟ چند تن از مهمانان خندیدند و خواستند قربان علی بک را راضی کنند که بنوشد. آن وقت قربان علی بک گیلاس خود را بلند کرد و گفت: آقایان، چه معنی دارد این انگشتانه ای که زنها موقع دوخت و دوز در انگشت می کنند به من داده اید؟ ماها عادت نداریم توی انگشتان ودکا بنوشیم. همه خندیدند. زن رئیس ژاندارمری گفت: اخ با شماست، تقصیر من است. آخر قربان علی بک با این گلاس کوچک ودکا نمی نوشه. خانم امر کرد یک لیوان بیاورند و پرش کرد و جلوی قربان علی بک گذاشت. بک لیوان را برداشت و گفت: حالا ابریز علاهده، آن انگشتانه چه بود که از اول گذاشته بودید؟ لیوان را یک هو تا آخر نوشید و خالیش کرد. مهمانان مشغول خوردن و نوشیدن شدند. روی بالکن سرنا به صدا در آمد. دو ساعت گذشت. مهمانان برخاستند و به طرف پنجره های گشوده آمد. ماه دوم بهار بود. عطر گلها و علفها به مشام می رسید. چشمه ها زمزمه و پرندگان جیر جیر می کردند. ولی صدای زیر و نافذ سرنا نمی گذاشت صداهای دیگر شنیده شود. در چمن کنار رودخانه برای صرف چای قالی پهن کرده بودند. سه سماور بزرگ می جوشید و ظروف و تنقلات گوناگون چیده بودند. روی قالی ها بالش و متکا گذاشته بودند. کت خداها با شلاق دهقانان را به آنجا رانده بودند تا رقص دست جمعی یالا را ترتیب دهند. و وقتی که بعد از نهار مهمانان برای صرف چای به سوی رودخانه رفتند، دهقانان هورا کشیده کلاه‌های خود را به هوا انداختند و بعد دست‌های یکدیگر را گرفته مشغول رقصیدن شدند. کربلای قاسم نوکر قربان علی بک در گوشه ایستاده بود و دست‌ها را در جیب‌های آرخالوف کرده ارباب‌ها را نگاه می‌کرد. قاسم وقتی چشمش به چشم قربان علی بک افتاد، تعظیم بلند بالایی کرد. بک سیگاری برداشت و با اشاره انگشت نوکر را احضار کرد. کربلای قاسم به طرف او دوید و کبریت زد. قربان علی بک پرسید: های احمق اغلی احمق، چرا نمی رقصی؟ کربلایی باز تعظیم کرد و گفت: آخ من دیگر پیرم، تا کنون نرقصیده. قربان علی بک دود سیگار را هوا داد و شانه کربلایی قاسم را گرفت و هلش داد توی جرگه رقص و امر کرد: آفای اغلی برقص، والا به خدا قسم زیر شلاق میکشمت. کربلایی قاسم دندان روی جگر گذاشت و در دایره رقص وارد شد. قربان علی بک هم به رقاصان پیوست و وارد دایره شد و رهبری رقص را به عهده گرفت. زن رئیس ژاندارمری مشغول کف زدن شد.
حاکم هم خنده کنان به متابعت او کف زدن آغاز کرد. مهمانان نیز با آنان تعصی کردند و قربان علی بک سر بلند کرده میخندید و میرقصید و تمام زورش را در حنجره گرد آورده نعره میکشید. خانم، میخواهم به سلامتی شما بنوشم. امر کنید شراب بدهند. هورا! هورا! مستخدمان دنبال شراب رفتند. قربان علی بک پس از آنکه شراب نوشید باز به رقص پرداخت. بعد مجدداً شراب خواست و نوشید و پایکوبی را دنبال کرد. بالاخره خسته شد و به کناری رفت و لیوانی را پر از شراب کرد و کربلایی قاسم را صدا زد و امر کرد بخور. کربلایی قاسم استغاثه کنان گفت آقا، تو که میدانی من مشروب نمی نوشم، استدعا می کنم مجبورم نکنی، تو را به جان بچه هات بی پیری من رحم کن. بک خواست حرف خود را به کرسی بنشاند، ولی چون دید نوکرش زیر بار نمی رود مقداری از شراب را به روی او پاشید و باقی را خود نوشید. مهمانان مشغول نوشیدن چای بودند. قربان علی بک هم روی قالی نشست و رو به حاکم کرد و گفت این نوکرم کربلای قاسم اصلا عقل ندارد، هر کاری میکنم یک قطره شراب هم حاضر نیست بنوشد. میگویمش احمق، آخر احمق، تو که انگور میخوری چرا شراب نمیخوری؟ مگر شراب شیره انگور نیست؟ ولی هر کاری میکنم نمینوشد که نمینوشد. حاکم گفت که کربلای قاسم نادان است و درک نمیکند، ولی قربان علی بک خنده کرد و بر سبیل مخالفت گفت چطور درک نمی کند؟ خیلی هم خوب درک می کند. آخر او می داند شراب را از انگور می گیرند، ولی علت ننوشیدنش آن است که سراپا غر است. مهمانان نیم ساعتی چای نوشیدند و به صحبت پرداختند. دهقانان همچنان به رقص دست جمعی مشغول بودند. خانمها آهسته به شوهرانشان شکایت کرده می گفتند این سرنا گوشمون رو کر کرد. بله این سرنا رو کم کنید. رئیس ژاندارمری متوجه شد و امر کرد که مزقان را موقوف کنند، ولی همین که آنان نواختن را موقوف کردند، قربان علی بک به طرفشان برگشت و فریاد برآورد بیکار آیلش، چرا نمیزنید؟ رئیس ژاندارمری توضیح داد که مزقان خانمها را ناراحت میکند، ولی قربان علی بک ولکن نبود. من علوم بگذار بزنند، میخواهم برقصم. و بدون اینکه منتظر پاسخ صاحب خانه بشود به سرناچی ها فرمان داد بزنید، اوزونده را بزنید. سرناچی ها خواستند شروع کنند که حاکم برخاست و کلاه به سر گذاشت و گفت بک. این داستان ادامه دارد. کارگردان شیما صادقی، صدا پیشگان مصطفی ایزدی، قربان علی بک، آشپز حامد عابدی، کت خدا علی آشپز، حاکم علی افضل، قاسم رئیس ژاندارمری، کت خدا مریم قهرمانی، زن رئیس ژاندارمری، محبوبه دلجو، زن قربان علی، شیما صادقی، راوی گلپری. موسیقی و میکس علی افضل، حدیث طاهری. موسیقی تیتراژ ترانه آذربایجان از رشید بهبودوف. تهیه شده در استدیو بامداد، مؤسسه فرهنگی هنری بامداد امید سبا.